داخل یک جریان سیاسی یه مدیر عوض میشه، میبینی همه چیز روز از نو روزی از نو. بی‌ثباتی مدیریت یه دلیل ناکارآمدیه. به کشورهایی که ثبات مدیریت را داریم، نمیخوایم اختیار مدیر را بگیریم، ما احساس میشه که مدیر ثبات داره. مدیری که امروزه کار میآید بداند یک برنامه یک دوره مندگاره. به دلیل یک مسئله کوچیک، به دلیل یک اختلاف سلیقه، مدیر رو عوض نکنیم، حذف نکنیم. ما تو کشورمون یکی از آفتهایی که در بحث ناکارآمدی باش روبرو هستیم بی‌ثباتی مدیریت. موارد خاصی که الان تو کشور شما ثبات مدیریت رو حس میکنید این نتیجه رو میبینید. ستاد نانو، نانو ستاد توسعه نانو اولین بار سال 82 تو کشور تشکیل جلسه تشکیل شد، اصلا به تصویب دولت رسید. اون وقت تعداد کشورهایی که در نانو فعالیت رو شروع کرده بودن انگوش مار بودن. ما پیشتاز شدیم به یک هدف گذاری دستیافتنی و جهشی رو برای این ستاد در نظر گرفتیم. برنامه که گذاشتیم یک ظرف 10 سال جزء 15 کشور اول باشیم. امروز وضعیتمون یک رقمی است. تقریبا اغلب شاخص‌های فناوری نانو، چه در بخش تولید علمش، چه در بخش فناوریش، چه در بخش تولیدات نانویی، وضعیت یک رقمی را تقریبا داریم. خیلی وضعیتمون خوبه. به نظر من مهمترین عاملش ثبات مدیریت در این ستاد بود. خوشبختانه احترام گذاشتن دولت‌های مختلف. این باید یک الگوی باشه برای اصلا کار مدیریتی. بی‌ثباتی مدیریت مسئله اون هست. حالا در کنار بی‌ثباتی مدیریت، اصلا بی‌ثباتی تصمیمات و مقرراته. مدیر عوض نشده، ولی تصمیمات عوض میشه. مردم نمیتوانن بر اساس مصوبه امروز به تصمیم امروز شما یک اقدامی شروع کنن. ببینید، ما در تصمیم گرفتن، تصمیم ملی گرفتن، به خاطری که با کمال معذرت عمر مدیریت و بی‌ثباتی مدیریت کوتاست، فرد روزی که میآید سر کار نمیداند که چند روز دیگر، چند هفته دیگر سر کاره. میگه چند روزی که اصلا من باید یک کارنامه داشته باشم. برای من کارنامه میشه کارنامه کوتاه مدت. نگاه نمیکنه به مثال دراز مدت که تصمیمی که امروز میگیرم اثرش 10 سال دیگه چیه، 5 سال دیگه چیه. و نتیجه شده که محیط زیست همیشه چالش ما بوده. قانون هوای پاک نوشته شده، بسیار قانون مترقی هست. در 4 تا 5 سال گذشته، 4 سال گذشته، واقعا سوال میشه این قانون در عمل، نه گزارش اداری دادن ها، در عمل چی شده، چه کار کردیم با این قانون مترقی؟ یعنی دستگاه میان یک نگاه ملی و دراز مدت، نه خواسته باشه مسئول بگه من کاری که امروز میکنم با هفته آینده جواب بده. اون تنها کاری که میشه که رنگ و روغن کاریه، که معمولا ما رنگ و روغن کاری میکنیم. چه پایه ای، چه ساختمانی کار نداریم، ساختمان داره میریزه، بری نقاشی چه میکنیم؟ چون ما میخوام بگیم ما یک کاری کردیم. و با کمال معذرت معیارهای ارزیابی هم اینجوری شده که اگر یکی به اون کارهای موندگار بره، به بی‌ارزگی و سکوت و مسائل دیگه متهم میشه ها. یک واقعیتی است. یعنی با مردم طوری رفتار کردیم که توقع مردم هم شده شعار داد کشیدن. به خصوص اگر تو داد کشیدن شما یا با بخش‌هایی از حاکمیت و نظام بر بخوره که شب میرید روی آنده. حالا این شعاری که شما میدید چه دردی از مردم رو دربار میکنه کسی توجه نمیکنه. حالا بیان بگیم آقا درم دراز مدت کار میکنیم، آثار این تصمیمات رو دور اصلا کسی گوش نمیده. فضام رو به اون سمت بردیم. این برخورد شعاری که کردیم، توقعات مردم هم با کمال معذرت بخشی شعاری شده. یعنی مدیری که با برنامه کار میکنه، نگاهش دراز مدته، خیلی عملکردش مورد انتقاد قرار نمیگیره، تا کسی که برای میام مردم تو خیابون رنگ روغن دیوار رو میبینن میگن خیلی کار خوبی بوده. نکته دیگه‌ای که من میخوام بهش توجه بدم، به خصوص چون با ایسنا دارم من صحبت میکنم که عقبه دانشگاه داری، کم اعتنایی، اگر نگم بی اعتنایی به نخبگان. ببینید بس جدی است الان نخبگان جامعه، مثلا دانشگاهیان به طور کلی، چقدر در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نقش دارن. به مزی که میگیم فلان شورای بیاد اسپرگ آقای ما 80 استاد دعوت کردیم، نه، اون استاد به شما دعوت کرده، بعد دو جلسه سه جلسه که میاد تو این جمع شما حتی تحصیل جمع میشه مثل بقیه.
نه نگاه نخبگی، نگاه علمی که طبیعتا نگاه علمی و نگاه نخبگی نگاه چالشیش با مسائل است. چالش میکنه، نقد میکنه برای حل مشکل. یا اصولا ما این نگاه رو نمیبینیم، یا اگرم حالا یه دانشگاهی یک شورایی نقدی بکنه حمله میکنیم بلا فاصله ربطش میدیم به مسائل بی ربط. اول بی ربطش میکنیم، بعدم امنیتش میکنیم، طبیعتا کارایش از دست میدیم. یعنی مهمترین مسئله ما امروز جذب نخبگان در همه بخش ها، در بخش های هنر با نخبگان هنر تو تصمیم سازی ها مؤثر باشن، تو صنعت به همین صورت چقدر تصمیمات صنعتی میگیریم با کمک نخبگان، تو بروکراسی که تو بخش بازرگانی هست. ببینید اصلا کارآمدی که میگین عموما باید به اتکای نخبگان جامعه باشه. من اصلا بحث قانون نمیگم، در همه این بخش ها قانون خیلی داریم. شما برای حضور بخش خصوصی و مشارکتش و نقش آفرینش قانون کم ندارید. باور به اجرای قانون میخوایم، حضور نخبگان میخوایم. در هر بخش نخبگان اون بخش بیان اذا نظر کنن، شعار ندیم. اگر اینا میگیم یک بریم دوباره مدیران توانا، توانایی هم شعار نیست، بر اثر عملکرد گذاشته. ما در دهه پنجم انقلاب دوباره نمیتونیم روز از روی سعی و خطا رو دنبال کنیم. یک بار هم بر اثر کارآمدی بریم جلو. شایستگی رو شعار ندیم، شایستگی در حرف نیست، در عمله. که یه وزیری میخوایم بذاریم یا مدیری، ببینیم این عملکرد گذشتهش، دهه گذشته، دو دهه گذشته چی بوده، موفق بوده یا نبوده. و یک برنامه شدنی، چهار تا پنج شاخص مهم رو در نظر بگیریم که طبیعتا امروز ما مهمترین مسئلمون رشده. ما رشد بالای 6-7% رو قطعا لازم داریم. حل مسائلمون در طور تعاملات دنیاست. باید بتوانیم یک حضور جدی داشته باشیم، بتونیم تعامل جدی رو با کشورهای همسایه، کشورهای هدف که اولویت قطعا کشورهای همسایه است، بعد کشورهای اسلامی هست، بعد کشورهای دوست، به ترتیب بتونیم یک تعاملات بیشتری داشته باشیم. به خصوص حالا در بخش اقتصاد ما نیاز به جذب سرمایه داریم، نیاز به یک بازاریابی داریم. ما کالاهای خوبی تولید میکنیم امروز، تو بازاریابی مشکل داریم. یعنی باید ما اولویت صادرات رو به طور جدی دنبال کنیم. امروز برای که اقتصاد ما یک امر حیاتی است، بازاریابی برای صادرات. ما می توانیم در یک فضای رقابتی کالاهای خوب کشور رو در کشورهای همسایه، کشورهای هدف بفروشیم. و با کمان معذرت، بعضی از تصمیمات، بعضی از سیاستاتی که گرفته میشه احساس میشه بازارهای ضعیفی هم که الان در اختیار هست داریم از دست میدیم. ما بریم به سمت توسعه صادرات، به سمت به خصوص حالا اصلا تولیدات کیفی که مبنای اینها اقتصاد دانش محوره. ما بیایم یک دوره اصلا دانش رو هر روز بگیم، دانش 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 در همه امور. تصمیماتمون مبتنی بر دانش باشه، تصمیمات اقتصادیمون، اجتماعیمون، حتی سیاسیمون، فرهنگیمون رو اگر بگذاریم این سمت و سویی که اصولا تو راهبردها هست، سرده چشم اندازم همینه، تو سیاست های بالادستی هم همینه. بیتوجهی شده به این بخش، به خصوص اگر به بخش دانش ما بتونیم یک اولویتی بذاریم پاس. چرا بعضی از بخش های امروز دست برتر داریم؟ بخش های امروز دست برتر داریم که به دانش توجه بیشتر شد. من مثال نانو را زدم. چرا در وضعیت نانو الان در مقایسه با فناوری های دیگه به این سمت؟ تصمیمات مبتنی بر دانش بود و به دانش احترام گذاشتیم. در این بخش نیمدیم ویتو کنیم تصمیمات دانشمندا، تصمیماتی که ستاد علمی میگیره. اون شد مبنای حرکت، نتیجه هم داریم میبینیم. اینا ما با تسری بدیم به همه بخش ها. یک اقتصاد پویای دانش محور را ما نیاز داریم. طبیعتا اگر این کارا بکنیم دیگه مسئله معیشت مردم نمیشه مهمتر مسئله، کاهش فقر نمیشه مهمتر مسئله. اینا به طور طبیعی باید در یک اقتصاد مبتنی بر دانش حل بشه و شدنی است. نیروی کافی هم داریم، نیروی با انگیزه کارآمد هم داریم. باید با سازوکاری اینها رو بهشون میدون بدیم، بیان به میدون بتونیم ان شاءالله.